افرادی که سرمایه دار هستند و سرمایه کافی دارن، اینا میتونن به ما افرادی که مثلا مسکین هستن، یتیم هستن یا بیوزن هستن برای از اونا کمک بکنن. چون در روز عید چشم به انتظار از این هستن که بیا یک نفر حداقل بس از اینا رو بگیره تا برای از اینا کمک بکنن. دکان کس همراه 4 تا مردم است، کارمند دولت است یا کارمند دفاتر است. ما شان در وقت داده نشد که مشکل است سودای ما نسبت دمنا دیگر. هر کس که اونم پیسه که در جیبش داشت آمده میگیره، نداشت مجبور از یکی قرض میکنه، اگر نداشتن مشکل است نمیگیرن. واقعا نهایت مشکل است در مردم. باز هم مقصد خوب است، بد نیست. پرار سال پار سال سعی میکنیم، یه وقتا ما در بیرون مال میکشیدیم، حتی از همی جاده از پیادره وقت نبود که مردم تیر میشد. مثلا بزن بر روشه دو تا اولادمز با روشن تور تا اولادمز فالو اوغان جایی هم باشه به خیره بر غرب که ما سه تو بک قلاب حداقل شو توان به دست بر غرب به چوره که بس کومای خسته به کالال بس یا بر نخود یا بر میوه بر مخای کال بس بر یارم کلده یا بر کلده. من تقاضا هم شده که مثلا شو بایده مثلا بر اقتصاد ضعیف نقلاگه کومای خسته سوابکا قلاب که به کسی طرف چیزی اگر باشه، اقتصاد خوب باشه، دل از او شاده، دل شاره. وقتی که اگر به طرف به کسی خود چیزی ندیش، به دست خود چیزی ندیش، نمیتونه برای خود لباس تیار کنه، نمیتونه به خونه خود سفره عید بندازونه، چون که به خونه شکم از او گوشنیه. وقتی که اگر سفره خونونی ندیش باشه، بیزار از عید، عید لازم نیه. روشات مقصد نسبت به سالهای گذشته خیلی کم است. مردم یک انداز از خوشتالی های جمعه اخیر باروندگی ها دیگر یک اقتصاد مردم کاروبار بسار باید شهید مردم مشکلات دارن خرید فروش. این حال ما هم اینجا که هستیم یعنی میبینیم بازار خود کن دوره زدیم. سابق که قدر ازدهان بود برای سر مردم و فعلا هیچ دو سابقه هست یعنی 50% شد و مردم چی نرد 50% خرید میست سابق. قیمت ها خوب هست، سال که میشه دم اید که میشه جنس ها بالا میره، همه خریداری ها بالا میره، مثل نخود که هست و قبل 20 بیه به دم اید میشه و تا 50 و تا 60 بیه همین اخراق هم بالاتر میره دیگه. بعد مردم مصرف نداره، اگه همین کوشش بشه که نخران پی بیه خیلی خوبه. ولی متاسفانه وضعیت اقتصاد مردم لحاظ اقتصادی مردم ضعیف هستند، به اصطلاح فروشات کم کمتر ولی تقریبا حدود 30% تا 40% به سر مردم لحاظ اقتصادی تأثیر گذار بوده نظر به سالهای قبلی که بوده. ولی یک لطف خدای بوده شامل حال این ملت که امسال الحمدلله لحاظ امنیتی مردم از نعمت امنیت خوبی برخوردارن، این باز جای افتخاره. آمد آمد یک بار مرد شده از
بنی آدم اعضا یک دیگرن و همه کل تمامی مسلمان برادر مسلمان ده. و بونو چون همه شاد لیدرگه و غم لیدرگه باید بزه مشترک بزه احساس بزه اولانه و مانه بروز که مثلا بزه خوش بز و اولان ناخوش ده بو بیوه و یتیم بلن به همه بز متوجه بزه اولانه که از لحاظ کالاسدن و از لحاظ خرجدن ایدان اصلا همه بشر دوست باشیم، انسان دوست باشیم، مواسات و محبت و اخوت به هم دیگر داشته باشیم. به این لحاظ، به این اساس، این یک وظیفه ایمانی و وجدانی هر فرد جامعه و مردم است که باید به هم دیگر پذیر بوده و از حال احوال هم دیگر با خبر باشند، مثل که یتیم هاست، فقرا هست، مساکین هست. همچنان که ما به خاطر عیدی در خانه خود یک چیزی تیاری میگیریم و چیزی آمادگی میگیریم و لازم است یک وظیفه ایمانی و وجدانی هر مسلمان است که یتیم های خود فراموش نکنه، مساکین خود فراموش نکنه. نرخنامه‌ای که از طرف ریاست شهرواری هرات توزیع شده و تکثیر شده از او تخلف صورت بگیره و سوء استفاده کنه و باز احیانا اگر از طرف کسی دست به تخلف میورزه و یا مثلا از نرخنامه ای که از طرف ریاست شهرواری هرات توزیع شده ما با آنها برخورد شرعی و قانونی صورت خواهد گرفت. ما تمام امورات شهری خود ما بخصوص بخاطر خرید فروش کنترل داریم و نرخنامه ای که از طرف ریاست شهرواری فاریاب و تمام دکانکین یعنی دکاندارا داده شده به اساس همون برایت از او کار همه روزه جریان داره و آینده هم انشالله کنترل نظارت میشه. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.